اصلا این وحدت با عمریه بینندگان محترم از بدعت ها هست. یعنی ائمه علیهم السلام آیا جای شما بینندگان محترم در فقه حالا یک کلام با علما بگویم یک کلام با عوام الناس بگویم، با علما شما در فقه شرح لمعه، این شرح لمعه اینجا شکر خدا اینجا کتاب کم نیست، اگرچه من از ایران دورم، کتاب فروشی های اسلامی اینجا کتاب پیدا نمیشه، اما خب با هزار مشکلات اینا از خارج کتاب رو، این شرح لمعه به خط عبدالرحیم، این شرح لمعه و مانند شرح لمعه کتاب های دیگر بینندگان عزیز. خب شما یک جای عنوان وحدت جایی دارید شما جماعت؟ نه، عنوان وحدت اگر بدعت نیست و واقعا علماء ما فقهاء ما این را از کلام اهل بیت علیه السلام استنباط کرده، خب نشان بدید در این فقه وحدت را. تقیه را من میدانم تقیه چیست، تقیه بله ابوابش موجوده، عنوانش موجوده، مفهومش معلومه، مصادیقش علما بحث کردن صحبت کردن مشخص. وحدت این چیز صیغه ایه، این بدعت اصلا. وحدت ما یکی بشیم، چطور یکی بشیم؟ کجای ما یکی بشه؟ کجای ما بله خود خامنه ای بره یکی بشه با مولوی عبدالحمید، اردوشان برن تو یک اتاق اینا بله چون اونا هر دوشان به همین کارا بله یه خلاصه خودتان میدانید چی میخوام عرض بکنم. اما وحدت کجا؟ اهل بیت علیهم السلام فرموده که شما یکی بشید. یا مثلا منظور این باشه که بر علیه کفار برید یکی بشید بجنگید، در کجا اهل بیت علیهم السلام این را فرموده؟ در کجا فقها ما گفتند این را؟ اصلا همچین چیزایی نیست. آن چیزی که واضح روشنه که بدترین دشمن ما، حالا من نمیگم همه عمری ها دشمن ما هستن، نه، عمری ها گروه های مختلفند و عمری هرچی بیدین باشه هرچی لایق باشه او آدم عاقلتر، عقلش بیشتر، یادتان باشه عمری هرچی که متدین شد خرتر میشه، عمری هرچی که التزامش به دینش بیشتر شد تقوایش بیشتر شد به همون اندازه بیعقل میشه، به همون اندازه خر میشه، و هرچی که التزامش بیشتر شد به همون اندازه صفاکتر، قسی القلبتر، آدم کشتر، جنایت کارتر میشه. این کارهایی را که داعش در عراق انجام میدهد طالبان بله 20 سال پیش در افغانستان انجام میدادن، 20 سال پیش این قتل عام ها را انجام میدادن و انجام هم دادن و الان دستشان برسه باز انجام میدهد. اینها چیزایی نبود که بدعت های پیش خودشان باشه، اینها همون سیره معاویه هست، سیره ابوبکر و عمر هست، اینا دوباره احیا میکنن. یعنی واقعا اینا التزامشان به دینشان بیشتر میشه. داعش واقعا نمایندگی میکند از مکتب فکری عمر، از مکتب فکری عثمان، از مکتب فکری معاویه. لذا این وحدتی که اینها میگوین بینندگان محترم، نه خدا فرموده نه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام فرموده، یک بدعتی هست که اینا از پیش خودشان درست کردن برای عوام فریبی، برای که الان بله زیاد مشخص هم نیست که اینها بله برای خود حکومت ایران هم زیاد منفعتی داشته باشند. اینها آقای خامنه ای، آقای خمینی قبل از ایشان و آقای خامنه ای الان امیدشان به اینه که اینها رهبر جهان اسلام بشوند، یعنی خلیفه مسلمین بشوند، همگی اینها را بله قبول بکند به رهبری، به این امید اینها میگن یکی بشیم یکی بشیم. چون تا وقتی که عمری هست و شیعه هست که کسی پیرو خامنه ای نمیشود، باید عمری ها و شیعیان اختلافشان اینقدر کمرنگ بشوند که عمری ها هیچ گونه تعصبی بر علیه شیعه نداشته باشند تا رهبری خامنه ای مورد قبول عمری ها بشود. شما میدانید که این یک خیال باطله و این از حقیقت خیلی بدوره. خامنه ای به خاطر اینکه رهبری خودش توسعه پیدا بکند و عمری ها را زیر پوشش خود قرار بدهد، که این هیچ وقت محقق نخواهد شد. آمده اینها یک این بدعت را درست، بدعت وحدت را، و الا دیگر این هیچ فائده ای ندارد و هیچ دلیل شرعی ندارد.